سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم در مورد 3 تا چیز صحبت کنیم: لیست ها، تاپل ها و ست ها در پایتون. سعی کنید تا آخرش ویدیو رو ببینید. چه مبتدی هستید تو پایتون، چه سطح متوسط هستین، یه چیزایی ازش یاد خواهید گرفت. بیشتر صحبتمون به لیست ها خواهد گذاشت، چون بیشتر این عملیات روی اینها قابل انجامه و بیشتر استفاده واقعا از اینا میشه، و بعد میریم سراغ تاپل ها و ست ها. ببینید، لیست در واقع یک آرایه یک بعدی از المان هاست. مثلا ما میتونیم یک لیست داشته باشیم به اسم colors و اسم رنگ ها توش باشه. این الان یک لیسته. لیست میتونه هم شامل استرینگ باشه، شامل متن باشه، هم میتونه عدد داشته باشه. مثلا یه رندوم یه سری اعداد بدیم: 4, 8, 23, 56, 2. خب پس اینا هر دوش لیستن. ببین تو لیست ترتیب مهمه، که اول رد اومده، بلو اومده، گرین اومده، و بعدن میبینید که توی بعدن خواهید دید که الان بعدن تو ویدیو نشونتون میدم که فرق اصلی لیست ها با ست ها اینه که تو ست ترتیب مهم نیست، تو لیست ترتیب مهمه. فرق اصلی لیست با تاپل اینه که لیست تغییر پذیره ولی تاپل تغییر پذیر نیست. حالا میبینیم اینا رو. بذارین اول روی لیست تمرکز کنیم. پس لیست میتونه یه لیستی از عدد باشه یا لیستی از متن باشه. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم، اولا میتونیم نمایش بدیم که بذارین اسم اینو عوض کنم، numbers. بیایم طول لیستمون رو نمایش بدیم. این نشون داد که لنگثش، طولش 3 تا المان داره. اگه numbers هم نمایش بدیم 5 تا داره. پس این یه کاری که میتونیم بکنیم. میتونید مشخص کنید مشخصا کدوم المانش رو میخواید. colors المان 0 روم رده. بچه تو پایتون همیشه یادتون باشه از 0 شروع میشه، 0, 1, 2. پس اگه آخری رو بخواین میتونید بگید colors 2 green رو برامون آورد، آخری رو. یک کار دیگه هم میتونید بکنید، -1 بذارید. -1 هم آخری رو نمایش میده، -2 از آخر دومی رو نمایش میده. خب پس اینجوری میتونید به المان های لیست دسترسی پیدا کنید. همینجور تو نمبرز هم میتونید این کار رو بکنید، و حتی میتونید یک رنجی مشخص کنید، بگید که از المان اول تا المان سوم. بچه تو این باز مشخص کردن تو پایتون یه چیزی که حواستون باشه، اولی مشخص میکنه که از این شروع کن و شامل خودشم باش، شامل خود هشتم باش، 0, 1, 2, 3. ولی این 3 دومی که مشخص میکنید میگه تا اینجا ولی شامل خودش نباش. یعنی اینجا تا اینجا میاد ولی شامل خود این نیست. ببینید الان تا 56 اومد ولی شامل خودش نبود. پس اینجا توی بازه مشخص کردن حواستون باشه، اولی شامل میشه، دومی شامل نمیشه. پس این هم یه روش انتخاب کردن اینا. حالا گفتیم که لیستا قابل تغییره، خب، و این مهمترین ویژگیشونه. چه کارهایی میتونیم با لیست بکنیم؟ مثلا ما میتونیم یک مورد به لیستمون اضافه کنیم با استفاده از دستور append. من میتونم یه رنگ به colors هم اضافه کنم، مثلا پینک. ببینید الان پرینت کنم لیست رو، ببینید الان لیست جدید من پینک هم بهش اضافه شد. پس با دستور append شما میتونید یک چیز دیگه به لیستتون اضافه کنید. برای اضافه کردن از دستور insert هم میتونید استفاده کنید، اما append همیشه میاد به آخر لیست اضافه میکنه. insert باید بهش یه ایندکس بدید که کجای لیست اینو وارد کنه. مثلا من میخوام بین red و blue وارد کنه، در نتیجه بهش میگم توی ایندکس 1 واردش کن پینک رو. حالا اگه colors رو پرینت کنیم میبینید که اینجا اومد نه آخری. پس اینم یه روش اضافه کردن به لیست هست. یه روش سوم هم هست به نام extend. extend خوبیش چیه؟ بذاری من همین فقط پینک رو بذارم. extend شما باید یه لیست بهش بدید. مثلا من colors 2 یه لیست جدید دارم که سفید و سیاه رو میخوام تو این لیست داشته باشم. الان من بیام لیست colors رو extend کنم با لیست colors 2، اومد این دوتا المان رو هم بهش اضافه کرد. خب یعنی شما به صورت لیست هم میتونید یه لیست رو به یه لیست دیگه اضافه کنید. پس این هم روش خیلی خوبیه برای اینکه بتونید لیست ها رو تغییر بدید. برای اضافه کردن بود. برای پاک کردن شما مثلا بخواید یه المانی رو از یه لیست حذف کنید، مثلا all colors این باشه، چون من هم اینا رو اضافه کردم هم اینا شد همه رنگ ها.
حالا من میخوام المان آخری all colors رو حذف کنم. all colors dot pop. pop میاد المان آخر اون لیست رو حذف میکنه. بریم لیست all colors رو پرینت کنیم. یه بارم بعد اینکه pop انجام شد پرینتش کنیم. آها این اصلا نیازی نیست مساوی چیزی باشه. چون این روی خود اون اعمال میشه. ببینید. اولی ترکیب لیست یک و دو بود، کالرز یک و کالرز دو. دومی که پرینت کردیم بعد اینکه آخری پاک شد، پاپ. پاپ یعنی آخری پس میکنه. خب پس این استفاده از دستور پاپه و اگه شما اینو مساوی چیزی قرار بدید، خروجی این رو، اون المانی که حذف کرده رو بهتون میده. ببینید الان من اینو اگه پرینت کنم، المانی که حذف کرده بلک رو حذف کرد. این استفاده از پاپه. یه کار دیگه ای هم که میتونید با لیست ها بکنید سورت کردنشونه. شما میتونید مثلا به ترتیب از کوچیک به بزرگ لیستتون رو مرتب کنید. بیاین حالا اینو رو عددی انجام بدیم. numbers.sort. حالا بیاییم نامبرز رو پرینت کنیم. اول نامبرزمون این بود. حالا اگه پرینتش کنیم ببینید به ترتیب کوچیک به بزرگ مرتب شدن. اگه بخواید برعکس از بزرگ به کوچیک مرتب بشن میتونید از دستور ریورس استفاده کنید. خروجی اینو ببینید درست انجام نداده، درسته؟ یعنی باید دو میرفت آخر. این اتفاق جالبه که اکثرا با استفاده از دستور ریورس میفته. این دستور برای این کاره ولی همیشه درست عمل نمیکنه. برای همین یه کاری که میتونید بکنید اینه که بنویسید sort، توش بنویسید reverse true. حالا اگه اینو پرینت کنیم ببینید الان درست انجام داد. پس همیشه یادتون باشه اگه از ریورس تنها استفاده کردید ممکنه اشتباه اصلا تنظیم کنه ترتیبشون رو، پس از این روش بهتر استفاده کنید. حتی میتونید رنگ ها رو، یعنی لیستی که شامل متنه، شامل استرینگ، ترتیب بدید. اون وقت میاد بر اساس ترتیب حروف عرف و مرتبشون میکنه، از آخر به اول یا از اول به آخر. پس شما لیستی که شامل متن هست رو هم میتونید سورت کنید. این کارهایی که تا اینجا کردیم، عملیاتی که انجام میده روی لیست، روی خود لیست اعمال میشه. یعنی اون لیستتون دیگه تغییر میکنه از اینجا به بعد، حتی اگه بهش نگفته باشید. اما اگه بخواید لیستتون رو مثلا سورت کنید ولی نخواید لیست اولیتون ترتیبش تغییر پیدا کنه، فقط بخواید ببینید اگه حالت مرتب داشت به ترتیب داشت چه جوری بود، میتونید از دستور سورتد استفاده کنید. سورتد کالرز اینجا دیگه تغییر رو تو خود کالرز نمیده. ببینید من سورتد کردم و کالرز رو پرینت کنم، همون اصلیه رو پرینت میکنه. اما اگه یه متغیر دیگه تعریف کنم، بگم کالرز سورتد، حالا کالرز سورتد رو پرینت کنم، میبینید که مرتب شدن. پس حواستون باشه توی متدها آیا رو خود اون اعمال میکنه یا باید سیوش کنیم توی پارامتر دیگه و بعد تغییرات رو ببینیم. اینم مهمه توی پایتون کلن. حالا بچه ها یه چیزی هم که تو لیستا مثلا یه چیزی که خیلی استفاده میشه اینه که شما بخواید یه لوپ تعریف کنید. حالا لوپ رو به طور کلی تو ویدیوهای بعدی من بیشتر توضیح میدم، اما بخواید یکی یکی المانهای لیست رو بخونید. من بخوام یکی یکی بهشون برسم، میتونید از این دستور استفاده کنید. for color in colors، این اسم لیستتونه، این هر چی میتونید بنویسید. print colors، اینجا دیگه همینو، اینی که اینجا نوشتید تک تک المان ها رو میگیره و شما میتونید هر کاری با اون المان انجام بدید. مثلا من میگم برای یکی یکی المان های colors بیاد پرینتشون کن، این دفعه دیگه یکی یکی گرفت و پرینتشون کرد. وقتی میخواید یک عملیاتی روی تک تک المان هاش انجام بدید از این دستور استفاده میکنید. این یه دونه میاد جلوتر که نشون میده این عملیات داخل لوپ داره انجام میشه. یا میتونید ایناشو استرینگ میتونید بگید که print color count آر. مثلا توی هر کدوم از المان ها بشمر که چند تا آر داره، یا بذار ای جالب تر میشه فکر کنم. حالا مثلا المان اول یه دونه ای داره، دومی یه دونه، سومی دوتا ای داره. خب مثلا اینجوری میتونید یکی یکی المان ها رو بخونید و کاری روش انجام بدید. برای اینکه چک کنید ببینید یه المان توی لیستتون وجود داره یا نه، میتونید از این دستور استفاده کنید. مثلا من میخوام ببینم رنگ پینک توی لیستم هست یا نه، مینویسید پینک این colors این، یا بهتون میگه true یا false.
الان گفت فالس، یعنی وجود نداره این رنگ توی لیست من. اما مثلا گرین رو اگه بگم آیا گرین توی کالرز وجود داره، میگه ترو، یعنی وجود داره. پس اینم یه روشیه که میتونید چک کنید ببینید یه المان لیستتون وجود داره یا نه. همینطور میتونید ببینید مثلا عدد 23 توی لیست نامبرزتون وجود داره یا نه، میگه ترو، یعنی وجود داره. اینم به دردتون میخوره. حالا یه راه دیگه برای دسترسی به تک تک آیتم های داخل لیست، در صورت که شما بخواین ایندکسشون هم در نظر بگیرید، یعنی بگید که الان آیتم چندمی، آیتم رد صفرمیه، بلو یکمیه. خب یه روش دیگه ببینید که به چشتون بخوره، چون لوپ ها رو بعداً صحبت میکنیم و خیلی استرس نگیرید که این چیه. از دستور انومریت استفاده میکنید. فعلا فقط ببینید که چه قابلیت هایی داره، مثلا از لیست چه استفاده میشه کرد، پس ذهنتون باشه، کم کم که پیش میرین تو پروژه میفهمین چجوری ازش استفاده کنیم. پس از دستور انومریت استفاده میکنیم. دو تا اینجا چیز باید مشخص کنیم، هم ایندکسش رو میده هم خود چیز رو میده. یعنی من الان پرینت کنم که هم ایندکسش رو پرینت کن هم رنگش رو پرینت کن، همون آیتم رو پرینت کن. میبینید که مینویسه ایندکس 0 رد، ایندکس 1 بلو. خب پس میتونید هم به ایندکسشون هم به مقدارشون دسترسی پیدا کنید. حالا یه فانکشنالیتی دیگه یا یه قابلیت دیگه که میتونید با لیست ازش استفاده کنید، برای استرینگ ها خیلی به درد میخوره. شما یه لیست رنگ دارید، مثلا یه لیست از استرینگ دارید، میخواید همه اینا رو کنار هم بچینید و یه استرینگ کامل درست کنید، میتونید از دستور دات جوین استفاده کنید. جوین یعنی پیوستن. بیا اینا رو به هم بپیوندون، المان هایی که توی کالرز هست. بعد مشخص کنید که بین هر کدوم از المان ها چی بذاره. اگه من بذارم که بین هر کدوم از المان ها یه نقطه بذار، اگه اجرا کنم، میبینید همه اینا رو کنار هم گذاشت، بینشون نقطه گذاشت. حالا میتونید ویرگول فاصله بذارید، هر چیزی بذارید بین المان های مختلف اونو میذاره و به یک استرینگ یک دست تبدیل میکنه. برعکس این کارم میتونید بکنید، یعنی اگه اینو داشته باشم، مسیجم این باشه، میتونم بگم که مسیج رو جدا کن یا اسپلیت کن جاهایی که ویرگول فاصله داره. بعد این یه لیست بهتون خروجی میده. ببینید یه لیست بهتون خروجی داد که اینا رو جدا کرد با جدا کننده ویرگول فاصله. خب اینا چیزایی که میتونید ازش استفاده کنید. حالا با لیستا الان کامل آشنا شدیم. دیدید که تو لیستا خیلی میشه تغییرات داد، المان اضافه کرد، آیتم حذف کرد، اضافه کرد و به همین ترتیب. چیز بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم تاپل ها هستن. تاپل مشابه لیسته، فقط فرق اساسیش که خیلی هم مهمه اینه که تغییر پذیر نیست. یعنی شما اگه بیاید یه دونه تاپل تعریف کنید، اینجوری میسم colors top، به جای این برکت شما دیگه پارانتز میذارید برای تعریف تاپل، این یک تاپله. خب ببین من تایپ اینو پرینت کنم، تایپ colors، نوشت که تایپش تاپله و این دیگه المان‌هاش برای ما قابل تغییر نیست. مثلا من میتونم بگم کالرز یکم رو که همون المان بلو هست مساوی قرار بده با آبی، فارسیش کردم، بعد بیام کالرز رو پرینت کنم، ببینید المان دومش واقعا عوض شد، آبی شد. اما بیام همین کار رو با تاپل انجام بدم، ببینید کالرز تاپ تاپل یکمی رو آبی قرار بده، یعنی این المان تاپل رو آبی قرار بده، ارور میده، میگه که تغییر نمیتونیم بدیم توش. این اصطلاح بچه به گوشتون بخوره، lists are mutable. mutable یعنی قابل تغییرن، تاپل ها immutable. پس این فرق اصلی لیست ها و تاپل ها هم. جاهایی که خب مثلا براتون مهمه یه لیستی درست کنید که قابل تغییر نباشه، خب این به دردتون میخوره، چون قابل تغییر نیست اونقدر این همه کارهایی که با لیستا کردیم دیگه برای این نداریم انجام بدیم. تنها کاری که مثلا میتونید بکنید اینه که مثلا شما میتونید لنگثش رو ببینید، چند تا المان داره توش، 5 تا داره و دیگه خیلی کار زیادی نمیتونید توش بکنید. یه دستوری هم که میتونید استفاده کنید ببینید چه کارهایی میتونید باش انجام بدید، دی آی آرو مینویسید، این بهتون نشون میده از چه دستورهایی براش میتونید استفاده کنید. ببینید فقط یه دونه کاونت میتونید استفاده کنید و ایندکس، میتونید کاونت بکنید چند تا بلو توش هست.
ببخشید اینو باید اینجا بنویسیم دات کانت. خب بهمون گفت یه دونه بلو هست. کانت رو میتونید، ایندکس هم میتونید استفاده کنید که میگه ایندکس بلو یکه. پس این تاپل ها رو بشناسید، با پارانتز تعریف میشن و قابل تغییر نیستن. چیز بعدی که روش کار میکنیم، یعنی توضیح میدم، ست ها هستن. بچه ها ست ها هم به اندازه لیست ها کاربرد زیادی ندارن و اینا فرق اصلیش با لیست ها اینه که با آکولات تعریف میشن. حالا بعداً میبینید که دیکشنری ها با آکولات تعریف میشن و یه قاطی نکنید. اینجا دقیق نگاه کنید. بعداً در مورد دیکشنری هم توضیح میدم. این یک سته. دو تا استفاده از ست میتونید بکنید. دو تا خاصیت داره. تو ست ترتیب مهم نیست. یعنی من این ستی که تعریف کردم دیگه براش مهم نیست. رد ایندکس 1، بلو ایندکس 2، خب این اصلا براش مهم نیست. ولی یه ویژگی مهمی که ست داره، آیتم های تکراری رو حذف میکنه. فکر کنید من یه لیست داشته باشم، بیا این دفعه با عدد مثال بزنیم. یک لیست دارم، این لیسته. بعد چند تا از عددا توش تکراری باشه، 8 اینجا تکرار شده باشه، 8 اینجا تکرار شده باشه، 23 تکرار شده باشه، 44، 4. الان پرینت کنید لنگث نامبرز، میبینید که 10 تا عضو داره. ولی میخواید ببینید عضوهای غیر تکراریش چیان. اون وقت مینویسید ست نامبرز، یعنی نامبرز رو به ست تبدیل کن. بعد اول خودش رو پرینت کنیم. وقتی به ست تبدیل میکنه دیگه 6 تا عضو غیر تکراری داریم. فقط این عضوهای غیر تکراری رو آورد. این یک ست از لیست نامبرز هست که فقط عضوهای غیر تکراری تو خودش نگه داشت. حالا گاهی وقتا بعدا میبینید که براتون استفاده داره. استفاده اصلیش اینه که وقتی میخواید المانهای یونیک و غیر تکراریشو ببینید چی داره لیستتون، گاهی برای پیدا کردن یک المان توی ستتون بهینه تر استفاده از ست. یعنی شما اگه بگید پرینت ببینید که آیا 4 توی تمیز شد. خب میخوایم ببینیم آیا 4 توی این ستمون قرار داره یا نه. نوشت true، قرار داره. میتونستید توی numbers هم بگردید. اینجا تعداد این باز همون جوابو میده. اما بعدن میبینید که ست ها بهینه ترن. حالا اینجا شما لیستتون 10-12 تا آیتم بیشتر نداره، ولی بعدن حالا دیتا های زیاد که کار کنید، یه همین 10,000 تا آیتم داره، 20,000 تا آیتم داره، ست ها بهینه تر عمل میکنن. اینم حالا تو نظر داشته باشید. یه استفاده دیگه که برای ست ها میتونین بکنید، توی ریاضی اجتماع اشتراک یادتونه، مثلا چند تا ست داشتیم میخواستیم اجتماع اشتراکشون رو نشون بدیم. این الان سایت فرادرسیه، همچون سایت آوردم که با عکسش نشونتون بدم. ببینید چند تا ست مختلف دارید. ست تنیس اینا توش بازی میکنن، ست فوتبال اینا توش بازی میکنن. حالا بخواین اجتماع بگیرید همه کسایی که هم توی فوتبال بازی کردن هم تنیس با این علامت بود، اشتراک بخواید بگیرید کسایی که تو هر دوتاش بازی میکنن با این علامت بود، تفاضل بخواید بگیرید اونایی که مشترک نیستن رو حذف میکنید، و اینجور عملیات ها با ست ها میتونید انجام بدید. عملیات مجموعه ها به قول معروف. ببینید اینجا یه جور مجموعه اعداد هستن. برای انجام دادن اونها مثلا من دوتا ست تعریف میکنم. کالر ست 1، سیاهو از این حذف کنم. یه دونم تعریف میکنم کالر ست 2، تو اینم قرمزو حذف میکنم. الان این دوتا ست یه اشتراکایی با هم دارن، یه تفاوتایی با هم دارن. ما با استفاده از این دستورا میتونیم تفاوت ها و اجتماع و اشتراک بگیریم. برای اجتماع گرفتن میگیم که کالر ست 1، اجتماع گرفتن میشه یونین با کالر ست 2. بیا اینو پرینت کن. ببینید اجتماع گرفت. بخش اینجا بذاریم بلک هم بذاریم که یه فرقی با هم داشته باشن. الان اجتماع گرفت، همه رنگا رو دیگه شامله، بلو، بلک، رد، وایت، گرین. ولی دقت کردین اصلا ترتیب مهم نیست، یهو بلو پرید وسط، رد پرید، چون این توی ست ها اصلا ترتیب مهم نیست. این برای اجتماع گرفتنه. برای اشتراک گرفتن از دستور intersections استفاده میکنید. intersection این میاد اشتراک دوتا ست رو میگیره که رنگ های بلو، گرین، وایت اشتراک دارن هر دوش توش. یکی هم دیفرنسه،
شما اختلاف اینا تو کدوم هاست؟ چرا فقط ردو نشون داد بلک رو نشون نداد؟ چون ما گفتیم که کدوم آیتم ها رو ست یک داره که ست دو نداره، اون رده. اگه جای این دوتا رو عوض کنیم، حالا کدوم آیتم ها هستن که ست دو داره ست یک نداره، میاد بلک رو نمایش میده. پس این ترتیب توی دیفرنس مهمه. این هم کاره که با ست ها میتونید انجام بدید. بعضی وقتا لازم میشه اول کدتون تعریف کنید که من میخوام لیست خالی میخوام تعریف کنم، نامز لیست. لیست خالی وقتی میخواید تعریف کنید میتونید اینجوری تعریف کنید یا میتونید اینجوری تعریف کنید لیست. خب پس این لیست خالی وقتی اصلا میخواید تعریف کنید بعد با یه لوپی پرش کنید. اگه بخواید تاپل خالی تعریف کنید میتونید بگید که حالا اسم وریبلتون نامز تاپ باشه با پارانتز و همین، فقط اینجا می‌نویسید تاپل باشه. یعنی از یکی از این دوتا روش میتونید استفاده کنید. اما برای تعریف ست خب دیگه نمیتونید از این استفاده کنید. چرا؟ چون این بهتون یه دیکشنری میده. حالا توی ویدیوی بعد میبینید که دیکشنری ها چیه، ولی اگه آشنایی دارید میدونید که اینجوری دیگه نمیتونید ست رو تعریف کنید. میتونید اینجوری تعریف کنید. ست، این براتون میشه یک ست. خب دیگه فهم کنم کامل آشنا شدید با لیست ها، تاپل ها و ست ها. اگه اطلاعات زیاد بود فعلا براتون، اصلا نگران نباشید. فعلا توی این مرحله فقط بذارید به گوشتون بخوره، بفهمید که چی به چیه. بعدن حین کد نویسیه که اینا جا میفتن و آشنا میشید که چجوری ازشون استفاده کنید. خب پس اینم از ویدیوی لیست ها، تاپل ها و ست ها، و تو ویدیوی بعدی میریم که دیکشنری ها رو یاد بگیریم. ممنون که همراه بودید. فعلا خدافظ.